رو در چی دعوت کردن اینا؟ گفتن که بر شما شوربای آب انار آماده میکنیم. سرکاریگر خودت میشی چی میگن؟ سراشپز. با دینال کی همکار است؟ همکارم خودم هستم، مشتری هم خودم هستم. اینو پس خواهش کرده شد. خواهش میکنم که سلاته را در وقت سلاته با ما همکاری نمایید. همکاری نمایید مثل از اون مکتوب ها باره یک در دیگه بخواه مزایمت نکنید. چل چل چار مملکت دنیا را ما رفتیم سفر کردیم. آفرین. از امریکا و اروپا و آسیا و طرف مملکت عرب هیچ جای به افغانستان تبدیل نکردیم. همیشه خانه دائمی ما کابل بوده. کامارا میبینی یک چطور ویتامین است. بله. مگرم نگفتی ویتامین چه نوع ویتامین؟ از اموی دازه. همراه دکتر سیف عبدالله کار میکردم. من رئیس امور پارلمانی شورای عالی مصالحه بودم. همچنان مشاورشان بودم. بس نفس شکشید. غرقش کردی. نکدیم غرق. یانوس خشک است. یا افسر وزارت داخله بودین در دوره جمهوریت. خانواده تان هم دمی سقوط رفتن یا وقت رفته بودن؟ نه اونا 5 سال پیش. پنج سال پیش رفتن. بله. سلام وقت شما دوستان عزیز بخیر. آرزومند هستم تکله و تیار باشین. من همایون افغان هستم و کسانی که امشب با من هستن تا فعلا نه آقای داود مسا دوست رفیق هم اتاقی ما و همچنان معروف قرلق قرار است که ما امشب به خانه یک دوست بریم، به خانه یک وطندار بریم، به خانه یک جوان بریم، به خانه یک هموطن بریم و با ما این دو نفر هم هستند که بریم داخل. تعداد وطنداران دیگه هم هستند، 3-4 نفر شاید باشند. میفهمین ما را در چی دعوت کردن اینا؟ گفتند که بر شما شوربای آب انار آماده میکنیم. شما شوربای آب انار خوردین هنوز؟ ما خونه خوردیم، اولین تجربه ما است. پس با ما یک جا برین و ببینیم که این شوربای ما. باز یک شرط ماندم، گفتم خیلی یک کار میکنیم زمانی که ما رسیدیم پیش روی خود ما شما شوربا را آماده بکنین که چه رقم پخته میشه و خوردنش را یک جا میکنیم، بعدا قضاوت میکنیم که شما را همچنان شریک میسازیم. تماسم گرفته با جوابتون کجا هستم؟ خب بله سلام، یک جوابتون کجا هست؟ این بارگزای صاحب شما صدای ما را دارین؟ صدای ما را دارین شما؟ سلام سلام جناب افغان صاحب، زنده باشین شما. امیدگه دوستا هم آمدن یا نی؟ بله ها هم اگه منتظر شما. خب امی چیزی یادم رفته گفتین شوربای چی بر ما پخته میکنین؟ شوربای صوفی جبار. شوربای صوفی جبار امی نه کدام نام دگام داشت؟ بله، شوروای انار. شوروای انار یا خود انار؟ خود انار. خب شوروای خود انار. سعی است خیمه این رسیدیم، هم یادرست تا بگو برای این بیادر ما. بارگزای فرم ما در دهن دروازه آبتل رزیدنس هستیم. شما فعلا کجا هستیم؟ نه عمومی هستیم کلان. بلا موتر من موتر خود من سمی دهن دروازه آمدم نبودیم. نمیبینم، معلوم نمیشه. ما دعوا نیستیم، ما بیا در ما چی فکر کردی؟ دروازی که طرف پارکینگ میره، ما دو دروازه هستیم. ای بلاک.
بله ما را از او زنبق یا فکر کردی که ما دا حواسیم نمیفهمیم خواه همیجا هستیم او بیدار اگر شما فرصت دارین با ما باشین این ویدیو ما را حتما ببینین شوربای آب انار واقعا جالب است واقعا جالب است سلام با بدر کجا بودین شما؟ خب اول بگین کدام طرف بریم باز گپ میزنیم بخیر دروازه رو باز میکنم ما مسافرین مهمان ها اینا خیلی مهمان ها رو مسافرین میگن چقدر کار هستی؟ یانش گردگ من تمام بونه هاشین سکن چقدر کار هست؟ مگر دام دروازه رو بند بند از اون خاطر آدمش وزیر رو بگه بریم اون رای دروازه چیه؟ آمد از طرف رفت است خب سرچپه نیست یا اینجا؟ یه سیستم پاکستان هست عزی عزی دانم دوست این رای میمان هست و دیگر رای ما اون هست خب خب سیستم اتومات کچی می باشد مرا بولا ببین هنگی دایره؟ هنگی دایره؟ فی یوز اوچ دوبای دیم سینا بیم تا کهو میریم؟ پارکینگ؟ بریم قط میشه چی؟ چی؟ دم این تراز دیگه با سر با چه خبر هاست بیادر ها؟ شکر سلامت دوستا رفیقا کس آمدن؟ کلگی منتظر شما بودن بخیر که تشریف بیارین زنده خوب باشین من این مردم گفتم که نمی بارگزای زای با ما گفتن که ما شوربای آب انار جور میکنیم باز پیشتر ما میجا در این کار دام بودیم صدای تان شنیدن که شما گفتین شوربای صوفی جبار من اگه نمیفهمم چی چه صوفی جبار یک چفر است خب موتر کجا پارک کنیم میشه پیش بریم استراس پایین میشه یک من دوباره جناب ابان صاحب علی آقای صوفی جبار یک شفر است و انار رو بسیار مشکل پیدا کردیم بیاناری آفرین آها دهی بلاک ها و تندارا دیگه کس هم هستن یا تنها شما هستن؟ هستن بسیار خوب بسیار خوب این پارکینگ تون هم دو منزل است؟ سه منزل یکی دیگه هم پایگاه آی وای وای از امی خانه تون او معلوم میشه یا نی؟ ما پایین میشیم که دروازه باز شوه انجای شما امروز پایفتان درست شوه بعد میتونید در کجا اینجا میتونم این موتر ای داره کپس سبز مقبول است یعنوز شب است چطور استی؟ گفته این وطن داره رای شرک هسته؟ خواب سر کدام طرف بریم؟ حتما شما جای دیگه دعوت هستین چرا کم؟ والا چقدر تشریفاتی بود اینجا این لفت داره والا اینجا این لفت داره هر کسی ساختمان ساخته بسیار نادیده بره این در دالیز های پایین هم گرفتن کاغذ دیواری زدن زرک ها زرک ها زدن باز ملامت میکنم ما مردم که این اولا خودشان ملامت اگه نیه که از ما و شما کلا مردم بر جا رسیده دولت هم جوان کنم
کولر داره این بیجه این لفتایشون کولر داره این هم میگذارد منزل چند میریم؟ منزل شهر نه نه با منزل شهر منزلش باش نوش کردن بتایی ما را بیده بگیری بیری بانیم که بیزی نکنه اوه 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 السلام علیکم خونم لبا فراد هستن سلام انجینر سوی با کمشت هستن ساعت شما خوب هستن مسئول شما پیش بین که معرفی بکنم گفتم انجینر صاحب مسئول تمام امورات انجینر صاحب است اینه یک بیادر دیگه ما را منجز از قوت خود هر کس کس بگوین که بیاین صد شما خوب است انشالا خیرتی است انشالا بیخی دیگه ای امشب مجردی است بله امشب مجردی است کلگی زندار است اما امشب مجرد است زندارای بیزن ها نه امشب زندارا بیزن است نه او رقم چه رقم دیگه خب مجرد هستن ما شما هستیم تنها خب ما هم میرم که ما بیدن مجرد نگو یک دیگه دارد خب والا کل جای معلوم میشه از اینجا اونهای میدان است یلا قطارای تیاره دوستا شما ببینین که واقعا چه یک نمای زیبایی است واقعا عالی است این او پایگه که بلند هم کس اون ماماگه که میبینین این ایجا کس و هم معلوم میشه این منطقه ای خانه بسیار یک دید خوب داره یا چی میگن انگلیسیش ویو میشه نه یک ویو خوب داره آبا معلوم میشه چراغان از چراغان من بازا میگم که از عادت من میگم بالاخره رسیدیم داخل اتاق اون برنامه ما و شما همیشه برنامه بسیار پروفشنال از نگاه تکنیکی و از نگاه گفتاری و گپا نبوده برنامه ساده و پیاده است صرف دوستا گفتن امشب یک جای میشینیم من گفتم اگر اجازه تان باشه من میرم یک ویدیو هم میخوام بگیرم و به اشتراک میگذارم با تعداد بیننده های مک هستن اینا هم علاقمندی نشان دادن خانه هر کدامشان آباد با انجینر صاحب آشنا شدین با دکتر صاحب هم آشنا شوین ما شما تا هنوز هیچ گپ نزدیم همونطور هست نی؟ من یکم اک نزدیک تانو میشم باز دکتر صاحب نفر کارآمد هم هست بسیار بدن نبود دکتر صاحب ایج دیگه یعنی انشالله خوب هستیم بخیر و سلامت باشین افغان صاحب شما دیرتر از ما آمدین والا من طرف دفتر بودم رای من یکم دور بود به او خاطر ناوخ رسیدم شما قصه های جالب داره ای آدم هم با خود خصوصا از کابل از افغانستان شما دمی آمدن یا وقت آمدین؟ نه خیر دمی آمدن آمدم تقریبا یک ماه وقت کابل سقوط کرد بودم کابل بودم یک ماه بعد باز از راه ایران آمدیم ترکیه حال ایجا بالاخره یک سرنوشت برد ساختی یا نه؟ حالا اصد ایجا کاربارم فعال ساختیم یک شرکت لباس سازی هم جور کردیم دمون مصروف هستم اما کل چیزو دار و ندار زندگی و همه قدر سال و زحمات در افغانستان بود صفر شد
همه چیز رفته فعلا، فعلا خود چیز بدست نیست. فعلا چیز بدست نیست. خب خیر، هنوز شو پخته نشده، باز گپا و گله های خود داریم. بعد هنوز دو باور صحبت نیست. یادت بریم که این مردم چی کردن؟ چیز برخوردن، جور کردن یا سوختاندن؟ بیاییم که بریم با هم. مایک ما گم شده، بعدم این مایک لندار است، ببخشید. چی کردی بیدر؟ والا شده دیگه کار جریان داره سر دیگ. ای مرغا را بیخیم تو زنده خوانده اینجا باش که یارم معرفی کنم. معرفی کنم یکی از مرغ وطنی است. خب مرغ وطنی دیگه نمیشه که از افغانستان اینجا آمده باشه. نه وطنی اینجا خب ایچی نیست فارمی باش که افغانستان من چی هست؟ سو ایچی از؟ ایک از فیل مرغ است. ایه فیل مرغ است. اینی که از گوشت ها کس، اینی که از گوشت کمر است. گوشت کمر. اینی که از اینی یا گردن است. فقط ما امشب گوشت کمر و گوشت گردن میخوریم. همچنان گوشت فیل مرغ میخوریم و گوشت مرغ وطنی میخوریم. اما ایمور جان صحبت میکنید کوین در مورد ترکاری سبزی و لبنیات و حبوبات در کشور ترکیه بهترین هاشه دارن اینا از هر لحاظ. مثلا گوشت بسیار صفا تمیز شدگی پاک شدگی به مشتری میدن. یک وقت ما یک مثال داشتیم در افغانستان میفتم که قصاب آشنا میپاره بود نیست اینجا هر کسی میاد مثلا گوشت بسیار پاک تمیز و قیمت مناسب میدن. میگن دمو فریزر رو چیندگی است، هر چی که بخوای اونمو رو برات میتن. بله بله قیمتاش فرق میکنه. قیمتاش فرق میکنه، اندک تفاوت داره. خب مثلا در افغانستان یک کیلو گوشت اگر میخریم شاید 30% از همون گوشت با شما زایه شود در اون طرف منطقه قیمت شد اونا کمه بالاتر میتن. بسیار گوشت پاک نظیف از دهاز سی هم بسیار پاک است. بله ترکاریشون همه تو ترکاری بسیار ساله راست میگن ترکاری پاک میبینیم گوشت ما لیمو رو میبینیم مرچش مگر همش تن نمی باشد. راستی؟ نمی باشد تن نم دارن تو بگه یک ببین یک امتیانش کن یک امتیان؟ ای مرچ این مرچ محصول ایدر از شوگه کس؟ نه این مرچ بسیار خطرناک خیز است. او یک مرچ دیگه است که خطر تون نیست. نه بیدر با نمیشتی ما را خراب نکن. خوب است، خوب است، خوب است. دیگه امشب بارکزای صاحب زحمت کشیدن، لطف کردن. خودش یک آشپزی میکنه و روغن هم که در دیگه استفاده میکنه روغن چارمغز. روغن چارمغز. او انار روغن چارمغز. خب کل گپ همیجا است. شما گفته بودین که شوربای آب انار برای ما جور میکنین و روغن چارمغز. این روغن ای چارمغز چه رقم چارمغز است که یک بوتل روغن از اون برایه؟ چی؟ اون خود چارمغز خود یعنی کل فیصدی های شجاست کلش خالص چارمغز میده. خب کل فیصدی های خود داره مکمل. خب امور رقم که روغن زیتون میگه یا ما همونتون یک چیز هست دیگه؟ خب تمش متفاوت است. انار میشه که من چی نمارد که اگه امتحانی بتم بیبی که این انار هست یا نگه باز نگوی که چیز دیگه خونه شو بیده بین خود هستیم. نه میگی خالص انار هست یا نه؟ این موسم انار رو پیدا نمیشه. نه ای از کجا کده نیشه؟ این راو میشه کشیدم با دکس شام گرفتم برد نشان میتونم بیدم لحظه جوسش کشیدم. خب قندار نزدیک هست پیدا میکنی انار دیگه در جایی که باشه. خود در بخش آشپزی دیگه خودت هستی فعلا. مسئول آشپزخانه باز در این بخش سرکاریگر خودت میشی. چی میگن؟ سرآشپز. باز اینال کی همکار است؟ همکارم خودم هستم، مشتری هم خودم هستم. کل چیزی مشتری ما هستیم. شما بینده اینه که چوبک های کشمش ها میشه ماندنی چی هست؟ این را میگن میخک نه؟ میخک انجینر صاحب شما می دم روشنی ما را گرفته این خب این میخک میخک چی هست یعنی؟ میخک فایده داره؟ این با تمام مرض ها فایده داره با وجود با معده هر بغل میره بلاخره هر چیز و ای هست که بازده گوشت که بنتو گوشت خوبش هم کچالوا چقدر خوبش هست مثل چارمغز؟ چار مقبول آدم میتونه که خام بخوره. بله من که میبینم کل چیز هنوز خام است. فقط یک ساعت بعد انشالله همه چیز تیار میشه. یک ساعت بعد دو رقم گوشت. بله
پخته شده. گیست این پخته شده. چی میشه؟ کباب دیگی است که در داش میره. در داش میره. خود این داش میره. داش روشن بود. داش. داش هم تو آجر روشن است. نگاش کدام من کدام؟ نه نه روشن است. با این داشت یک پاش نایی دارین شما سر مورا نمی فهم چندان اونجا او شیشه را مانده بود من گفتم او شیشه حالا سر منقل مانده او نکفه پس حال متوجه شدم منقل خانه یک کنی میلونی با ما می رخم از شما این خانه را چند خریدین؟ ما کرا گرفته میره خب شما کرا گرفته ما با چند نفری را کرا گرفته یه آمدی یک خانه کنی میلیونی برد میخریدم باز خود که بخیر خانه را چی کردی بازوره باز کردی پیسه زیاده یک کانتینر پیسه هم آوردیم یک جای خوش کردیم بازوره را میشه من هم کارید میکنم میشه که همون کشتی را اگر بخیر که اتاقش را با خود خرج کنیم آه انجینر صاحب امروز شما وعده کرده بودین که بریم کشتی خریدن نامدین خب چی از منتظر تلفن تان بودم شما مصروف شدین کشتی هم نفر کشتی هم منتظر بود یک اتاقش را ما صرف با بیجام دوستان میگیریم امروز خرج میکنیم بعد همون کشتی دیگه از شما باشه تل پرتین در تل میره به همون در گاز میره تل تل بله از چمچک از چمچک ها نخواه چمچک ها خواه چی از کشتی سیاتی باز تل میره اونم کشی رو من میکرم تا هنوز خبر رو ندارم از دست پیسه هم زیاد از هر کدام شد میگه میره میکریم ما هم تازم بوجی میکش افغان صاحب فکر کنم که کدام جای دیگه هم بیانه دادی با کدام کشتی تا جایی که معلومات دارم نه نمی کش چیز باور بکنی آه نمی باشه که اوکش میره دیگه نفرم انتظار است خیره میریم صبح دیگه صبح بخیر میگیریم انشالله یادر خیمه مزاهم خودت نشیم دیگه نه بخیر شما دکارتان باشه ما بخیر که باز اگر کمک ضرورت بود صدا بزنید ان شاء الله همه چیز تنظیم است بخیر استعداد در کدامشون در بخش کس و نه بخوای دیگه ترکاری پاکدن بود خود از این فعل متخصص است این امورات تخصص دارد خودش وعده کرده بود گفت مسئلات را مجور میکنم نه نه من اون را گفتم باز بار کشیدی جواب دادی جواب رد گفتی گفت امور را پس خانه مداخله نکنم من تو هزار دفعه اینو رو پس خواهش کردش خواهش میکنم که مسئلات را در بخش مسئلات با ما همکاری نمایید همکاری نمایید مثل از اون مکتوبا وره یک نه در دیگه بخشا مزاحمت نکنید چی قندوری جور کنم برتان سلاته قندوری جور میکنی یا سلاته شمالی والی شمالی والی آه شمال پروانی خو میفهمین چرا قندتون تیز مرچ مرچ نه خب جالب نبود من گرفتم تخمش از اموج از خیلی نه خب جالب نبود خلال تو نبود من که زیاد فکر میکردم و تو نبوده نارنج پیدا کردم نارنج؟ خب بیدر امون لیموی سبز است نه نارنج است این نارنج یعنی رقم فکر میکنیم ما ترکیه نم اومدیم در جان مون زده میرین و نه لیمو رو نارنج گفت زده میرین ما که دیدم در جان خورده رو همون تو ما هم مرد شده طرف دارم اون دیگه کچالو هست نه خیلی که بیدر ما یه داره گشنه هستیم یک همین دست شور بتی ما در گپ نمیگیم افغان صاحب آخر هم یک موضوع رو میخوام بیان کنم که بخیر یک صلح سرتاسری در کشور ما برقرار شود مردم از حالت پریشانی از این مشکلات بخیر نجات پیدا کنند مشکلاتی که در وطن رخ داد خصوصا زلزله‌ای که در مناطق جنوبی شرقی افغانستان رخ داد مردم اکثرا یک تعداد از وطن ما شهید و زخمی شدند و بی جای و بی خانمان شدند متاثر شدیم همه این متاثر شد و چیزی که در توان بود دوستا و وطنای ما آلجیرین هم کمک کردن دعا میکنیم بخیر که ملت ما از این مشکلات خلاص شود یک روز بخیر در وطن خود ما در خانه خود ما در گرد هم جمع شیم و صحبت این محفله که همونجا برگزار کنیم بله بله همیشه دعا میکنیم ما این محفله ها را داریم خوش شما بخیر که بیاین همه دنیا گل و گلزار است خب بانیم این مردم که کار بکنن که اگر نیم ولی کلی گیم شو گوش نمیمانن کجا رسیدن؟ یه دقیقه بخیر گوشت انداختم حالا اومد نوبت انار میاد خب امیه و انار دیگه حال نوبت شست؟ این شروع جور میکنین یا قرمه؟ شروع ای آب و انار به چی دلیل مندازین شما؟ کدام گپ داره؟ این مزیش بسیار مقبول میکنه
خب یعنی ایواز او ساده شما او انار میریزید؟ انار خودتان فکر کنید که او انار چقدر فایده خدا داره؟ نمیفهم فایده خدا را اما مزه باز داره نداره؟ خودم میشه یک پسانتر پخته شد بخیر او وقت قضاوت کنیم میشه داخل شام بگیریم بیره میگن شروعی آب انار خب یک بار دیگه میخوایم که این شروعات یا خورمه؟ شروع یعنی نان تر میکنیم سعیز سعیز شما که میگن سعیز دیگه چیزی که شما گفتین ما فهمیدیم چیزی که شما گفتین ما فهمیدیم نه نه ما به خاطر که تجربه در این بخش نداریم چی گفتیم شروع نمیخوره اجل قرمشم بدانم نه نه شروع که باشه نان تر کنیم شروع کمر شکن کمر گوشت کمر شکن ها باز سعیز دیگه سعیز اجرا سر سلاتا کجا رسیده؟ بله تقریبا چی هست؟ اینجا پیست رفته شما سر شبسته کردین؟ چند دقیقه دقیقه بخیر؟ 25 دقیقه لاسی دقیقه بخیر 25 لاسی دقیقه منتظر می باشیم سلاتای شما چی وقت تیار میشه بخیر؟ مگه معلومش تجربه داشتین ولا دایی بخش در میرنگ روکش خوب مالی میشه خب رستوران داشتیم نی؟ خب با تجربه هستید خب بسیار کس می شدیم چی میگه در کلوی یه مدانو شدم یک کس با ما بیگیم کس با هم دوزی کردیم ما شما دیگه منتظر میمانیم فقط خلاص شوه موضوع خورده امروی شما زیاد گپ نزنیم پس هم باز گپ هم میداریم سلات بسار مزدار ما منتظر است دیگه بخیر باز مزه شب بعد از ازان شکر در مورد صحبت انشاءالله بخیر چی شد؟ نزدیک کجا را صدا بده؟ اینا بخیر دیگه ولی اینا هم تر است این کات های شروع باره خوری را خوب است که دارین دو رقم نان تر کده بازی هم کدام گپ داره؟ یک هست نان چی میگم بیره؟ یعنی لواش نه لواش هست؟ نه همون ناریال میشه؟ نه ناریال خوشخاش نان چی میگه دسترش که پاش شدن؟ کنجد شروع رو سر شباز کنید؟ میارم شما جاز خیلی بیار دگه دمیزیر شک چیز ربان اینو میشه بکشش والله همی اتاق مجردی هم بسیار سخت است ها دیر سخت دیگر سر الان هیچ باورم نمیشتی قدر کاریگر باشه اوه 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 چقدر سرخ آمده اوه چقدر سرخ آمده ای چقدر سرخ آمده الاله که تفت میزنه تفت میزنه اوه 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 آفرین بیا که دست من راست است دمی چند کمک میکنی دست من بکرم از این سه چند میشه چی میگه که از جنگ نکنه نام نه ولی ملاقه چونه یک خورده او بده خود نیست های چی هست فعوال یک کار میکردی گوش شو میکشیدی در یک چیزی که سبک میشد سبک هست میبینیم یک تک کلوش ویتامین هست چی هست؟ ویتامین ها از چه نوع ویتامین؟ این ها سایک بیا بده بیسیم راست هست بیسیم راست هست این فکر باستان فقط بگی بیده
حال باش که کنه که دست ما بخوره حداقل مزه پیدا بکنه. این را باید همون تو تیت کنی سر کنم جا. والا بیدر سر میمون کارا شروع کردیم. ای مسئله ای شوخیه کردیم. ای بیدر ما بیخی به یک سیستم دیگه هم انداخت. ما یک عمر شروع کاری کردیم بیدر مردمه. ای تو از بس نفس شکشید غرقش کردیم نکدیم غرق غرق است یعنوز خشک است چند نفر هستیم؟ دو، چهار، شش، هشت یعنی کاسه کلون که هست سه نفر هست هفت نفر هستیم هفت نفر دو، چهار شش نفر هستیم بیادم بارو زرسی خود حساب نکردم خود تو حساب نکردی بیادم هش نفر خوب سه سه نو یک کاسه دیگه هم داریم یعنی نگر چی کنیم مورد چی میکنیم سه نفر هم میگیریم میده باز بخاطر که دیگه بزا هم خوب باشه آنجا مندازیم کی سعیز بیا خوش شکل کشیده خیلی هست اینو کمرا هست دیگه او کمرا 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 میبینی یک چطور ویتامین هست والا مگرم نگفتی ویتامین چه نوع ویتامین از اموی تازه این گفته اموی سهوی اینا دیگه بگیم خواه آجی سهوی اوتا ای با میده نمیره کلش انرژی میگرده مهرم به یک کچولو مچولو چیزا من داختی؟ نه خواه کچولو هم داخت مالا راسی که بیتی دیوانه شو باز دیوانه میبینیم انارا میبینیم سرخش کرده انار سرخش کرده یک کم مزهش را نمیبینه نه 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 دوجه دوجه شما این را ببینید که من دستای مطار را بشویم که من سرخی من را خوردن شروع کنم ده نمیرن تران سپورت انتخالات شروع کنید نه شروع کنید انتخالات بخیر خب بیا نه تیار شده یا یک چند دقیقه وقت میخواه نه اگر وقت میخواهی که بریم موره بخوریم بازی را بکر نه نه تا که شما میره نیام نه ما نمیریم یک جوی میریم با هم چه کار میکنم با تو خونه میشه خود تیجه باشیم و بریم موره بخوریم بریم بیادر بریم 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 محسوس رو بیاییم که بخوریم یک دقیقه شروع مگرم اینجا تصویر خو میبینین؟ تصویر اینجا واقعا عالی است یک کمک که برندهش کلان میبود ما دیگه برنده میگیم شما هرچی میگین بگین بسم الله الرحمن الرحیم خیلی خیلی ما شما شروع کنیم بسم الله کنیم نانای چپاتی هست نان چپاتی هست بعد یا نان چپاتی هست چپاتی چپاتی بسم الله الرحمن الرحیم یا بسم الله الرحمن الرحیم حالا یک بسیار بلا را او میکنم شوربا در آب انار چطور مزه شد؟ بار اول از نی؟ نه دفعه اول از خوردیم الالا بیاییم 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 مرغا رو میلا بودن اینجا فیل مرغ هست فیل مرغ هست؟ اینی چیه او بیده خیلی؟ فیل مرغ هست این فیل مرغ هست این فیل مرغ هست؟ فیل مرغ هست اون مرغ هست بلیو خوبی که اگر خم فیل مرغ هست که بعدا خم
نزدیک به گوسفند است. تقریبا کم دیگه هم زنده میمون گوسفند میشد. حسابش نامعلوم. من این بار هم اشک دارم. این ساز جم ساز این چیه؟ فرگاه چطور است شما؟ بله من این نکردیم فرده. کیفت چشکی شما؟ دوستان عزیز ما امشب چند نفر از هر بخش افغانستان از شرق تا غرب از شمال تا جنوب امشب در این خانه یا در بین 8 نفر که حدودا ما هستیم مساس بلوچ میکنه بعدم تصویر میگیره یعنی امو افغانستان کوچک ما اینجا تشکیل دادیم و چند دقیقه با هم بودیم بدون از اینکه از گروش روسکل باشن خارجی ها باشن با هم شیشتیم و بارگزه صاحب لطف کردن شوروا آماده کردن انجینر صاحب لطف کردن خوب یک سلاته دیگه تا عالی درست کردن دکتر صاحب هم لطف کردن دستپیشی هایی داشتن و امیری صاحب هم دمی آخر یک شنگ خود نشان داد همکاری کردن خدمت کردن و همچنان لالا فراد ما و شما را میبینین که اونا هم بسیار زیاد زحمت کشیدن لطف کردین اما بیاین من میفهمم که بر شما شاید زیاد جالب باشه یعنی چند نفره که اینجا آمده شیشته خنده میکنه قصه میکنه و شکمه را نام خدا بلند بردن امشب این همی ها کی هستن؟ چه وقت آمدن؟ اگرچه با یک تعدادشان صحبت کردیم در ابتدا یک دفعه دیگه هم کوتاه حداقل یک چند دقیقه گپ میزنیم باز راستی همی مسئله معامله امشب تا چای خوردن است یا تا میوه خوردن میوه است باز بعد از این چای هم باشه خب یعنی ما خود تا چای گپ زده بودیم تا چای خب اینال برگزای صاحب خود بیادر یک کمک گپ بزن در رابطه راستی لباس هایت بسیار مقبول است من می فهمیدم پیرانتونبان داری من یک جور پیرانتونبان داشت من بوره می پوشیدم می آمدم این دیگه از خودم از بیاده خواهی دارم این اونمو رقم از خود سلایی تا بکست نمیده دیم ما مایک من بکست نمیده یک جای بان شد اینه می جای بان شد چی برمی کنم خب بسم الله الرحمن الرحیم اول خوب خوش آمدید میگیم جناب افغان صاحب که دایی کلبه غریبانه ما تشریف آوردن و انجینر صاحب جناب امیری صاحب دکتر صاحب نالا فراد خان معروف خان قرلوخ صاحب دیگه یعنی واقعا که ما امروز مثل که یک در تلفن برات گفتم ما بسیار یک میمان ویژه دارم و میمان ویژه خودت هستی که در قلب مام جای داری و در قلب همه افغانا لطف مردم اگر داخل افغانستان است یا خارج افغانستان است قلبان واقعا دوستان دارن دیگه اتا یکان وقت بخی اسودی میکنیم که چرا تا قدر مردم دوست داره شما را زنده باشه ما همی دوست ها دیگه نمیجا هستیم ما خودم از افغانستان هستم افسر نظامی وزارت داخله بودم اکسان ها را دیدیم آها دیگه بعد از او فامیلا در جرمنی هست بخیر تصمیم داریم برنامه داریم که بریم بخیر امی شاید بر مردم مهم باشه که شما افسر وزارت داخله یا افسر وزارت داخله بودین در دوره جمهوریت خانواده تان هم دمی سقوط رفتن یا وقت رفتن بودن؟ نه اونا 5 سال پیش رفتن بله بله یک تعدید بود باز به مخاطر فامیلا رو روان کردیم رفتن بخیر
فقط دور علت رفتنشان هم همی آرامی اولادا و درس و تعلیمشان بوده و ما در خدمت و مردم خود بودیم. اولادا رو 5 سال ندیدین والا؟ نه 5 سال ندیدیم. تفلکتون که یک ساله بوده باشه حالا 5 سال 6 ساله شده. او نام خدا نام بوده. دقام شده این. دیگه بسیار چه وقت رفتن نیستین؟ دیگه ان شاء الله خدا می روان است بخیر. دمی نزدیکی ها؟ بخیر ان شاء الله. خب افغانستان دیگه فعلا دیگه افغانستان خودم تصمیم نیست. نه خیر نه می خوام چند وقت کنار فامیل باشم. پیشتر هم گفتین شما که یک ماه پیشتر از سقوط استعفا داده بودین. بله بله من از وظیفه خود که در اون بخش کار میکردم از بعضی مشکلات ها بود. در سقوط کابل نبودین؟ کابل بودم اما وظیفه نداشتم. وظیفه نداشت؟ رسمن وظیفه نداشت. خب دیگه باز بخیر اما یک روز قبل از سقوط ما که اینجا رسیدیم کابل سقوط کرد، دیگه ولایت ها سقوط کرده و از کابل هم سقوط کرد. یعنی در روز سقوط نبودیم؟ نه خیر نه. خب امی گپ های اگر رسمی رسمی شد از امی رسمیات برای فکر میکنم خوب است. ای مسئله شوربا شما کجا یاد گرفتین؟ من خود دفعه اول است که شوربا شنیدیم و هم که آب انار در او میکس شود. ایده کجا رواج از چه زمان شما فهمیدین با از کی یاد گرفتین یا هم یک فلسفه داره فکر میکنم؟ اول خدا کنه که شوربا خوشتان آمده باشه و به دلتان بوده باشه. مقدر که من تعریف میکردم یا دیدین که من در کاسه هیچ چیز نمانده شریک ما الفرار الفرار دیگه. من یک تقریبا 7-8 سال پیش بود قندار رفتم خانه فامیلا و باز مرا بردن در یک باغ انار میمانی جور کردن. اموجا باز در باغ انار و شوروا جور کردن. بین شوروا کاسه بود به یوازی او به جای او امی او انار انداختن. هیچ او ننداختن؟ نه هیچ او نه. باز امی بسیار مزدار و چی آمد خوشم آمد و این بار که ما جور کردیم بار دوم هم از که جور کرده بودم. دفعه دوم تانم ولی این دفعه سیومه چه رقم از هم بتر گپ یکان تو بفرق خواد ساخت کست. ما یک بیادر خاندیم از بسیر خان در لندن است. بسیار خوب نامزاد شده دیگه. تبریک باشه. دیگه ما گفتم باش کل ما و شما تبریکی بتیمش خداوند یک زندگی خوش با خوشی سپاری کنه و خیر تا که زنده است امرای فامیل و خانوادش صحت مند باشه. باش که یک تبریکی بوده میشه. بسیر جان تبریکتان باشه. خداوند قدمش را نیک کنه همونطور میگن. اگه من اشتباه کردم بگوین و خداوند سایه تان یک ذریع طرف هم بیاره و بیده. خب خب بازم بسیار تشکر. سلامت بخیر باشیم. سلامت باشیم. خدا کمتان نکنه اگه رقم شوربا جور کنیم ما هر وقت میریم. خوش بیان بخیر. زنده باشین. و آقای امیری را هرچند فکر میکنم شما میشناسین. ام موتر لکسس با پلیت کابل در جاده های استانبول مال امی آدم است. از افغانستان آوردن. هرچند مردم یگان چیزا گفته بود نمیفهم شما کامنتار خواندین یعنی میخواییم یک بار دیگه هرچند شما را معرفی کردیم روز بازم بگوییم در رابطه با پلیت موتر لکسس با پلیت کابل مادرش هم پلیت شکل شده. اولتر از هم خوش آمدید میگم شما را تشکر. من نکام در برعکزیس ما را میمان کردیده دور هم جمع شدیم. بسیار خوشحال شدیم دکتر سب نوید این در سب جایش معروف جان فرج برا جان انشاءالله که خوش باشین. در ویدیو قبلی عرض کردم به شما بر موضوع مسئله کاروبار مسیفیتی که دارم بر. چون بعضی ها در کومنت های چیزهای حرفای بی رب گفته بود گفتم این را اصلاح بسازم. ما طوری که دوستان میفهم و یک آدم کارواری تاجر هستیم تاجر ملی هستیم بسیار یک دکاندار آدم هستیم. از اون پدر کلان بر ما میراث مونده اینمی الحمدلله یک افتخار بزرگ است. آفرین.
دیگه او چیزا نیست که بعضیا تو برداشت زیره میکنه که ایره از بچه کدام وکیل و وزیر و گپ ها بیده او گپ نیست. خیره مردم گپ خدا میزنه. من تجربه کافی دارم از این که مردم گپ بزنم. من شما نایف و مسجد زمان برنامه مرا میبینین، همیشه ما در برنامه خود گفتیم ما توانایی از این ندارم که کمک یک کس را بگیرم باز به کس مستحق تسلیم کنم، چون یک مسئولیت بسیار بزرگ است. همیش میگفتم ای موضوع خانه و موتر و یاره که ما و شما کشیدیم، باز یک تعداد نوشته کرده که پول کمک مردم بود یا پول خیرات مردم بود. نی مردم ما دانشان خارش داره، خواهی نخواهی گپ خودم میزنه. اگر قرار باشه ما گپ منفی هر کس را برش توجه بکنیم، در حقیقت خراب ما میکنه. یک مثال دیگه هم میگم، ببخشید که فرصتم باید به شما بتم. یک روز یک دوستم نقل قول داشت از یک روانشناس، گفت که یک گلاس آب را اگر شما روی دستتان بگیرین برای یک دقیقه چی میشه؟ گفتیم یک کم خسته میشیم. گفتن اگر برای 5 دقیقه بگیرین، گفتیم خسته تر میشیم. گفتن اگر برای 1 ساعت بگیرین ایره یک وزنه است دیگه. گفتیم نمیتونیم، بالاخره دست ما خسته میشه، دست ما پایین میفته، به زمین میخوره. پس گفت گپ مردم هم همی رقم است. شما هر قدر در ذهنتان نگاه بکنین اما قدر شما را خسته میسازه تا بالاخره شما را به زمین میزنه. پس خوبتر رای خوبش همی است که اول که یک جای درست اگر امکان داره بانینش، اگر نه که جای درست نیافتین به زمین بزنین که او به زمین بخوره، نه ای که او گپ مردم شما را به زمین بزنه. یک روزه تایید حرفای شما، باز من موضوع را امرای آجی پدرم شریک ساختم و گفتم که اینم تو مسائل مردمم تو گپا میگه. گفت خیر است بچیم، گپ نیست. گفت که مثلا باز محمد مبارز گفت مدال میاره پشتش میبینی در کمیت باز یک نفر چیز نوشته میکنه. یا احمد ولی و تک مدال میاره افتخارات افغانستان است، بله بله، یک چیز پشتش نوشته میکنه. یا رویولا نکپا همچین اینم تو کسا. و ما در این مدت که این همیجا بودیم به خدا معلوم است کوشش کردیم که همین نام افغانا را تو زنده نگاه کنیم، استدلال کردیم در مقابل ترکا که گفته که افغانی کار کرده و کار کرده، یعنی برشان نشان دادیم که نه، امکان داره اقلیت یک تعداد معدود باشه که یک آدمای دور از مجلس بی سر و پا باشه، مگر ما همچون شخصیت های والا داریم، آدمای کارباری داریم، تجار داریم. برحالش انشالله که وطندارای ما این مسائل آگاه شوه، خوب برداشت کنن، ذهن خود روشن کنن. خوب انشالله. بسیار تشکر، زنده باشین. و رسیدیم به دکتر سیب نوید. دکتر سیب نوید که در ابتدا فکر میکنم بعضی گپا را گفتن که تمام هست و بود در کابل مانده و فکر میکنم اینجا آمدین دوباره اثر شروع کردین. سلام خدمت شما جناب افغان صاحب، تمام بیننده های چینلتان که ما را میبینن از طریق تماشا میکنن. ولی یک سلسله مشکلات ها آمد، همین تغییرات سیاسی در افغانستان در زندگی اکثر ما تغییرات آورد. خب تغییرات مادیش و قدر موضوع مهم نیست، ما را از نگاه معنویت ضربه زیاد زده، همین که از وطن دور استیم، از خانه و کاشانه خود دور استیم، از ملک خود دور استیم. ایش واقع در داور است. چقدر وقت میشه شما دور هستین از افغانستان؟ خصوصا کابل از خانه‌تان. از کابل ما خوی یک ماه حکومت امارات هم بودم، کابل بودم. بله. با اساس یک سلسله مشکلات هایی که بود و تهدیدهای امنیتی بود و به اساس باز ما بیرون شدم و از راه ایران آمدم و ترکیه خود رساندم. امی دوری یا درد دوری وطن چه زمان شما احساس میکنین در اینجا که هستین؟ ولی دوری وطن خب بسیار سخت است. تقریبا اگر قسم که تمام دوستای ما در جریان هستن، شاید یک 40-44 مملکت دنیا را ما رفتیم سفر کردیم. آفرین، بسیار خوب. از امریکا و اروپا و آسیا و طرف ممالک عرب هیچ جای به افغانستان تبدیل نکردیم. همیشه خانه دائمی ما کابل بوده. آفرین. همیشه کابل می بودم. هر جایی که می رفتم
از 10 روز 15 روز ما زیاد نمی بودم، می بودم وطن خود می بودم. اولین بار است که از وطن به این مدت دور هستم. این بار اول است. سخت است. به نهایت سخت است. اگر زیاد چی شا گفتید مردم های مشنل میشید. بسیار تشکر، بسیار تشکر. من درکتان میکنم. و بالاخره انجینر صاحب هم هستن، معروف قرلاق. در چند روز ما همکاری میکنن، رستوران دارن و بعض جای دیگه هم مصروف هستن. امرایشان آشنا هستن. شما حدوداً 7 سال میشه اینجا زندگی میکنین، حدوداً 7 سال میشه زندگی میکنین، یک اندازه عادت کردین. باز اینا خوب است که فامیل حتی تا فامیلای برادرایشان هم اینجا آمدن، والدیشان هم امرایشان هستن، دلشان جمع است. اوقدر زیاد دق نمیارن. در این رابطه هیچ پرسان نکنیم، خوب است. فقط به ما اینه بگو که امی وطنداران ما کارای خوب که انجام میتن که امی سر افغانا پیش ترکا بلند میشه چی است و یگان کارای خرابه که میکنن مثلا چی کارا است، یک تعداد بیننده ما بفهمن. سلام و احترامات خدمت تمام هموطنان عزیز ما و همچنان سپاسگزاری میکنم از بارگزای صاحب. ما تقریبا آرامش که بر من میته کار ما با افغان هاست. بیشتر کارهای خدماتی هم انجام دادیم، همراهشان بوده تا که تانستیم از توانم هر کمک که آمده بر تمامشان انجام دادیم. بله. و از صدق دل خالصانه. بله. چون یک وقت ما عاشقی بودم در نهادهای مدنی کار میکردم تا که میتونستم و میخواستم یک کار داوطلبانه برشون انجام بدم تا بتونم یک نفع کوچک برسانم. چون پدرم هم در سابق در نظام بود، بسیار علاقه داشت و همیشه خوش داشت که اولادش خادم مردم خود باشه و بالخصوص آرامش کلی مدنی بود که میتونست تا که توان داشتم به هموطنهای خود خدمت کنم. تعداد هموطنهای زیاد داشتیم اینجا، آدمای خوب و نیک و آدمایی بودن با شخصیت، باعث افتخار ما بود. یک تعداد هموطنای ما باعث این بود که ما را بسیار آزار میدادن، یعنی در جامعه طور رفتار میکردن که هر جای وقتی که ما میرفتیم بدید بد ما را میدید. ترکا فکر میکردن تمام افغان ها رقم است، یعنی فرهنگ گپ زدنشون، حرکت کردنشون، برخوردشون با مردم بسیار مشکلات ها داشت و ما گاهی اوقات طور برنامه هم داشتیم. بعض دوستان میفهمید 8-9 جوان را یک جا جمع میکردن، برشون همیشه توصیه را میکردن برادر این نکته را متوجه باش، تو یک اولاد یک فقیر هستی، از یک ملک فقیر میای اینجا کار کردن و آزقی فامیل خود از اینجا برشان روان میکنی، متوجه تمام حرکات های خود باش. یعنی چی میکنی با این مردم وقتی که برای جای داده درست استفاده کن. حتی گاهی اوقات میگفتم، بعض مثال ها را میدادم، میگفتم اگر یک و غیره دیگر در کشور تو بیایم بیرق خدا بالا کنه یا با یک رسم دیگه بگرده تحملش داری؟ گاهی اوقات میگفتن نه ما او را اجازه نمیتیم، ولی خودشان این رقم رفتار میکنن. ولی حالا فعلا همو مسئله شد، چنان تاثیر بد بالای ترکا وارد کردن که فعلا میگه دیپورت کنید. یعنی تمام شد دیپورت هم جریان داره. بله جریان داره. من هر حالت را که فعلا ما روی یک سیز ما بیشتر مردم که جو زندگی کردن برشون زیاد برنامه ها را مکاتبشان بوده، تمام امورات ادارات و ادکارهای اداریشان انجام دادیم. یعنی از تک تک موضوعات آگاهی دارم. یعنی آنقدر اینجا پخته شدیم تمام سیستمش هم میفهمم. به این اساس روی بعض کارها و فعالیت ها انجام. ولی من بالخصوص توصیه من میست که باعث افتخار وطن خود شد. تشکر. در اینجا که باعث افتخار شد. سلامت و بالاخره انجینر صاحب جهش. یکان چیز بگوین باش که جایی هست بخاطر که در پلیتون ما میاییم همون چه که در پخته گپ بزنیم. یک نفر بازی جای کم هست فکر میکنم. درباره کاروبار هم میگین، وظیفه تان هم میگین، نمیگین. من هم میفهم که شما در کابل بزنس شما چی بوده، اینی موضوعات ها بگوین و ای که دور است این از وطن یک همه درد دل بکنیم بالاخره. سلام سلام خدمت شما جناب افغان صاحب، خدمت بینده های عزیز، دوستایی که ما را وطنی که ما را از طریق پرده نمیفهم فیسبوک هست یا اینستاگرام یا یوتیوب میبینن، خدمت همیشون سلام میرسنم. ما دوستایی که جا در کنار ما نشستن، جناب دکتر صاحب، جناب امیری صاحب، جناب برگزای صاحب خصوصا که زحمت کشتن امشب، جناب قرلق صاحب، جناب آقای صاحب فراد که نمیفهم بیرون رفتن، یک شب خوب بود، شب عالی بود که در کنار هم بودیم. جناب افغان صاحب، ما در کابل وظیفه رسمی داشتم، وظیفه حکومتی داشتم، همراه دکتر صاحب عبدالله کار میکردم، رئیس امور پارلمانی شورای عالی مصالحه بودم، همچنان مشاورشان بودم.
و افتخار از این داشتم که در کنارشان بودم. یک انسان نیک هستن، یک شخصیت ملی هستن. بعد از تحولات که در افغانستان رخ داد، من مدت 15 روز افغانستان ماندم. بعد از 15 روز کم شرایط زیخ شد، وضعیت ناهنجار بود، وضعیت تقریبا خراب بود دیگه، برای شما معلوم است. بالاخره ناگزیر شدیم و از طریق ایران آمدیم به ترکیه. فعلا در ترکیه زندگی میکنم. امیدوار هستم به خیر یک صلح سرتاسری در کشور ما دوباره بیاید و دوستان و وطنداران ما که در بیرون از کشور هستند دوباره به وطن خود، به کاشانه خود، به خانه خود برگردند. در مسافرت سخت است واقعا. وقتی در خانه و در وطن و مملکتت میباشی یک حس دیگه داری. وقتی بیرون از وطنت میباشی ولو هر چی بوده باشی، بازم خود حقیر و فقیر احساس میکنی. امیدوار هستیم به خیر دوباره به وطن خود برگردیم. مثل ما همه و وطنای ما در گوشه دنیا هستند، اما متاسفانه یک شرایط بسیار وخیم و پیچیده پیش آمد که ناگزیر شدیم از وطن برای اگر نمیخواستم هیچ وقت متاسفانه یک سلسله مشکلات بود در محیط منطقه. من خودم از لوگر هستم و من در جریان که کار میکردم دوستا و وطندارای ما با امارت اسلامی از قبل همکاری داشتن و اینا، کم شرایط سر ما سخت ساخت و بالاخره ناگزیر شدیم که بیاییم به ترکیه. فعلا نمیجا هستیم، مصروف کدام کار نیستیم، کوشش میکنیم بخیر که یکان کار به خود پیدا کنیم، یکان مصروفیت. اگر نشد پس امیدوار هستیم بخیر دوباره به وطن برگردیم انشالله با همه جمع وطندارا و دوستایی که هستن. انشالله که با روزایتان برسین. چیز گفتنی خاص اگر است 3 ثانیه دیگه هم وقت داریم. گفتنی دیگه ندارم. خداوند پاک یک صلح آرامی را در کشور ما برقرار کنه و امیدوار هستم که بخیر وطندارای ما در هر گوشه دنیا که هستن دوباره بخیر به وطن برگردن، در کنار هم باشیم. درد غربت بسیار سخت است، دوری از وطن بسیار سخت است. یک تعداد که در بیرون از مملکت هستند در وطن ما هستند، بعض وقت ملاحظات غیر چی میکنند که قابل گفتن نیستن، میگن سیر دیده ندارن و گشنه داده. بالاخره بر از اونام توفیق میخوایم از بارگاه خداوند که هدایت شوند انشالله. بخیر سلامت باشین، خوش آمدین. سلامت سر خوش شدیم که خیلی تشکر. سلامت 3 ثانیه شما؟ یک 3 ثانیه از را 3 ثانیه یک کنیم دقیقه اینه شما وقت یک کنیم دقیقه. ما جناب افغان صاحب یک موضوع را که متوجه شدم، بعضی وقت ما در بین دوستان میگم که بعضی برادرها افغان صاحب یا اسودی میکنن امرایش یا کدام گپ یا یک ناق خوش ندارن. تو خلاص بگویم دیگه وارا از پیشان یک خواهش میکنم که امرای نه یکی خوب مثبت باشه و دیگه یک روز امرایش که باشه باز میفهمن که از شخصیت از چقدر شخص عالی آنه یک چقدر شخص عالی و ملیس دیگه. یعنی واقعیت که یک پیام است به همه گیشان این لطف شما و مو یکی در مردم است از مهربانی هایتان که باز یک دفعه امرایش بلد شوین. واقعیت که بازی را آدم جای نمیمانه بره. ای تو ناخ کس مردم دوستش نداره، مقصد متوجه باشین برادرها. بسیار تشکر، سلامت باشین و یک بار دیگه از هر کدامتون تشکر. واقعا شب بیاد ماندنی بود که انشالله این ویدیو در یوتیوب برای سالیان سال یک خاطره میمونه. امشب شب بیاد ماندنی بود، چنان بیاد ماندنی است که مثلا دکتر صاحب نوید گفتن که بیشتر از چند کشور شما رفتین؟ نزدیک یا حدود 44 کشور اینا سفر کردن و یک شب هم در استانبول با چنین شرایط با چنین اشخاص فکر میکنم در بین 44 کشور امشب شاید خاص بوده باشه. و
جناب بارکزای صاحب که نو وظیفه حکومتی هم داشتن، امشب شاید وظایف زیاده در افغانستان انجام داده باشن، شب نشینی های زیاده داشتن، مگر امشب شب مثل امو یک چیز یادم آمد، یک جلسه استانبول هم چند وقت پیش رواج بود نی؟ این هم فکر بکنیم مثل جلسه استانبول و ریانشست استانبول بود بر ما و شما، اما در این برنامه ما یا در این شب نشینی ما هیچ گپ در رابطه با سیاست نبود، فقط خوردن بود، قصه کردن بود، درد دل کردن بود بس. از هر کدامتان تشکر و راستی تا برنامه آینده شما را به خداوند منان می‌سپاریم. خداحافظ.